أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد فقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا فما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أول أدلة عناصر محوري الدين يعني توحيد ووحي نبوت رو ذکر فرمود، به خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را مطرح کردن. بعد در جریان تبشیر و انذار قصص بعضی از انبیاء علیهم السلام را ذکر کردن تا ضمن اینکه مسئله برهانی هست موعظه را هم همراه داشته باشه. در جریان قصه انبیاء جریان موسی کلیم سلام الله را ذکر کردن و مؤمن آل فرعون که ایمانش را کسمان میکرد در اثر تقیه حاکم بر عصر اون روز، اون را ذکر فرمود. معلوم بشد اصل تقیه و کسمان گرفتاری خیلی از اقوام گذشته بود. به همین مناسبت در بحث دیروز بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه مطرح شد که فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار. اولین کاری که طاغیان میکنن این است که اون فرهنگ را به اسارت میبرن. وقتی فرهنگ یک ملتی به اسارت رفت، خود اون ملت را اسیر کردن خیلی سهل است. ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار که یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. و باز روشن شد که فضای علمی برای حوزویان در دو قسمت تعلیم و تعلیل خلاصه می شود، لذا اینا می شن مجتهد. برای دانشگاهی ها در دو قسمت تعلیم و تعلیل خلاصه می شود، اونا می شن استاد. برای توده مردم اگرچه اون چه از راه نمایی های حوزه و دانشگاه و عالمان و اندیشوران استفاده کنند نجات پیدا بکنند، وگرنه اونها به جای تعلیم تبلیغ خوردشون داده می شود و به جای تعلیل تکرار خوردشون داده می شود. اونا برای افراد عادی اگر بخواهند یک ماده غذایی را یا یه فرشی را یا یه زمینی را یا یه ساختمانی را یا یه مطلبی را یا یه چهره و شخصی را به خورد یک ملت بدن، اول تبلیغ میکنن، بعد 10 بار 20 بار 100 بار تکرار میکنن. اون تبلیغ به جای تعلیم مینشینه و اون تکرار به جای تعلیل مینشینه. اینا باور میکنن اگر که قضایی را که بهداشت اجازه نمیدهد و رسانه های کتبی یا تصویری تبلیغ کردن بعد تکرار کردن، خیلی ها میپذیرن با اینکه علم موافق نیست. مطلبی را، شیعی را، کالایی را، صنعتی را، این طور است. این دو اصل برای همه لازم است، اول تعلیم بعد تعلیم. اگر خواست در فن خودش صاحب نظر بشود. غرض آن است این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار اختصاصی به تبدیل قدیر به سقیفه ندارد. در اصل فرعون هم همین طور بود،
لذا اون مؤمن آل فرعون که در مقاطع گوناگون براهین فراوان قام کرد و از موسی کریم سلام الله علیه کاملا حمایت کرد، جانبداری کرد، در شرایطی به سر می برد که یک تومو ایمانهو بود، منتها را پیامبران حق تقیه ندارند. درباره پیغمبر اسلام آمده است که لا تو کله الا نفسک، اگر احدی تو را یاری نکرد تو موظفی وظیفت انجام بدی. برخلاف امام که امام مأمور به تقیه است، ولی پیغمبر مأمور به تقیه نیست، مجاز هم نیست. و اونایی که نبی هستن برای خودشون، تکلیف بین خود به خدا، خود را از خدا دریافت میکنن، وظیفهشون هم این است که طبق دستورهایی که خدای سبحانه به اینها میداد انجام بدن. چون اصل دین و وسیله رسالت است. خب همیشه اینها با دشمنان و طاغیان درگیر بودن، اگه اینا میخواستن تقیه کنن که هرگز دین روش نمیکرد. لذا در قرآن فرمود لا تکلفو الا نفسک، اگر احدی هم تو را یاری نکرد تو موظفی. لذا یقتلون النبیین بغیر حق، قتل همول انبیاء بغیر حق. بسیار از انبیاء شربت شهادت نوشیدن. نبی موظف به تقیه نیست، اون امام است که تقیه میکند. نه در مسائل جزئی که حالا امروز نگفته، فردا گفته، این هفته نگفته، اون نگفته، اون بله، اما درباره اصل دین، اصل توحید، ابطال شرک، صریح قرآن است لا تکلف الا نفسک، احد اگر تو را یاری نکرد تو موظفی کارت انجام بده. نه ابلاغ امامت، نه یک حکمی زیر مجموعه نبوت. نبوت وقتی سامون بپذیرد اون وقت 120,000 نفر رو جمع میکند و امامت تبیین میکند و الی یوم القیامه میمونه. ولی اگر همون وقت امامت رو مطرح میکرد نه خود حضرت میمون نه اصل امامت. خب فرمود به این که در این جریان باید جامعه را عاقل کرد. اون وقت اگر جامعه حوزوی بود که با تعلیم و تعلیل دستش پر است، دانشگاهی بود با تعلیل و تعلیم و تعلیم دستش پر است، توده مردم اگر گوش شنوا داشتن حرفای علما و دانشمندان و مراجع و مراکز فکری فقهی داشتن دستشون پر است. این چنین جامعه طبق بیان دیگری که حضرت در همون خود تو فرمود، فرمود ستون نظام مردمان، این عماد الدین و جماع المسلمین والعد على الاعداء العامه من الناس. خب اگر نماز ستون دین است، ستون سیاست، ستون نظام مردم هم. مردمی که با تعلیم و تعلیل بار آمدن نه با تبلیغ و تکرار، خب بالاخره خیمه دین رو ستون حفظ میکنه. و اگر این ستون خدای ناکرده پوک باشد، پس تخف قوم و هو باشد فعتاهو در بیاد. این صحنه رو این سوره مبارکه غافر به خوبی تبیین کرد. مطلب بعدی آن است که اینها در جهنم احتجاج میکنند. احتجاج اینها رو هم در جهنم ذکر بود. فضای جهنم و فضای آخرت فضای علم است نه فضای ایمان. در دنیا انسان عالم میشود، میتواند گوش بدهد یا ندهد، مطالعه کند یا نکند، در مقدمات علم آزاد است. ولی وقتی وارد صحنه علم و مباحث علمی شد و برهان اقامه شد، این دیگر مضطر به قبول است. چرا؟ چون در برابر امر ضروری قرار گرفت. وقتی در برابر امر ضروری و بدیهی قرار گرفت مثل دو تا چهار تا، هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم که دو تا میشه چهار تا. این فهمیده دیگه. اگر دلیل اقامه شد، اگر دلیل حسی و تجربی است، نیمه تجربی است، تجدیدی کلامی است، تجدیدی فلسفی است، تجدیدی عرفان نظری است،
هر برهانی که اقامه بشه از اون بعد شخص نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، او فهمیده، اما میتونه بگه من ایمان نمیارم، زیرا کاملا یعنی کاملا مرز ایمان از علم جداست. علم در برابر ضروری انسان رو مضطر میکنه. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم، اگه برهان اقامه شد فهمیده، ولی اساره این علم را بخواهد به جان خود گره بزند، این امر اختیاری است. ایمان اجبار پذیر نیست. ممکن است کسی رو مجبور بکنند به اینکه اون چیزی بنویسد یا چیزی بگوید، ولی قلب که باید باور کند، باور اجبار پذیر نیست، حتی تو جهنم. لذا در جهنم ایمان نیست، نه اختیاری نه اضطراری و اجباری، نه اینکه اینا در قیامت مجبور به ایمانند. اصلا یعنی اصلا در درون اینا همون استکبار است که در سوره انعام فرمود لو ردوا لعادوا و عن، اینا ما را قبول ندارن. حق بر اینا مسلم ثابت شد، اما اونی که باید به جان خود گره بزند که عقل عملی است، او فلجه، او در صحنه مبارزه درونی در جهاد اوسط یا اکبر شکست خورده است. اون تکرار است و اضافه است، ادامه است، ایمان درجه بالاتر است. از فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، اینا که مؤمن هستن به اینها فرمود ایمانتون رو پایدار کنید، درجه بالاتر احسن کنید. ما هم که در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه به برکت الهی ما را هدایت کرده، ما راه را قبول کردیم، تو راه هستیم، برای ادامه اون تکامل اون تغییر درجه اون میگیم اهدنا. خب پس بنابراین در آخرت برای اونا که تو جهنمن تو حق و یقین سوختن علمی هم اصلا ایمان نمیارن، ایمان جاش نیست، نه اینکه ایمان اجباری دارن. نه، علمش افسوده میشه نه ایمان. علم بالاتر است، یعنی علم الیقین داشت، حالا عین الیقین داره، حالا حق الیقین داره، درجات علمیشون بیشتر میشه. بله شهود دیگه، یعنی اونجا بهتر میبینه، یعنی قبلا مفهوم بود الان مشهود است میبینه. عقل نظری است، بله، و بعد کم مشاهده میکنه و 100% بر اون مسلم میشه. ما این بیرون اگر برمون حل بشه، درون حل است. ما در بیرون یه قوه داریم مثل چشم و گوش که متولی فهمه، یه قوه داریم به نام دست و پا که متولی کاره. اگر دست و پا سالم باشه، وقتی چشم و گوش ما رو عقربی رو دیدن یا صدای خطرناک رو شنیدن، آژیر شنیدن، این دست و پا فعال میشه. ولی اگر این دست و پا شکست خورد، فلج شد، این شخص ویلچری شد، چشم و گوش ما رو عقرب رو میبینه، بله میبینه، اما چشم و گوش که فرار نمی کنن. چشم و گوش عالم میشن، اونی که فرار میکنه کار میکنه، دست و پاست که فلجه. بیای نورانی از دمید است که کم من عقل اسیر تحت هوا امید. در مبارزات نفسانی اگر هوا و هوس، این عقل عملی که ما عهده به رحمان و اکتوس بلجان این رو به اسارت گرفته، این چیز بلچری. خب عقل عملی که ما عهده به رحمان و اکتوس بلجنان شده بلچری، این چی کار بتونه بکنه؟ هیچ، یعنی هیچ. لذا وجود مبارک موسی کلیم به فرعون گفت تو 100% برات روشن شد که حق با منه. لقد علمت، این حرف موسی کلیمه دیگه، لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض بصائره، اینا بصیرت‌های الهی است، برات مسلم شد. اونگاه این گروه با اینکه حق برشون مسلم شد، چون در مبارزات نفسانی هوا بر عقل عملیشون پیروز شد و عقل رو به اسارت درآورده است، این ویلچریه. شما حالا این چشم گوش را
تقویت کنید، به او میکروسکوپ بدید، تلسکوپ بدید، عینک بدید، دوربین بدید، ذره‌بین بدید، علم را اضافه کردید. اما چشم و گوش که از دور میدید، حالا نزدیک میبینه، ظاهر رو میبینه، باطن رو میبینه، اول رو میبینه، آخر رو میبینه، سر رو میبینه، ساق رو میبینه، پهلو رو میبینه، جنب و همه رو میبینه، از این هیچ، یعنی هیچ، از این هیچ کاری ساخته نیست. این نمیتونه فرار بکنه تا برامون روشن نشه که در درون ما دو دستگاه کاملا جدا از همان. این که بگیم جدا کاملا یعنی در روز خطر معلوم شه جدای از همان، وگرنه خیلی از این کاراشون به هم مرتبط است. یه پزشک معالجه دقیق وقتی میخواد چشم را یا قلب را عمل بکند، با چشم خود نمیبینه، با چشم مسلح فقط دیده میشه که کدوم رگ بسته است. این رگها با هم هماهنگن، صدها کار مشترک دارن، اما یکی از اون رگها که بسته است، این پزشک جراح قلب میگوید این رگ رو باید عمل کنم، اونی که پهلوی اوست هیچ ارتباطی با این نداره، یعنی من با او کار ندارم، او بسته نیست، این رو باید باز کنم. اینی که الان فشار قلب دارد و گرفتار سکت قلبی است، این رگ بسته است، با اینکه صدها کار مشترک دارد. وقتی یه محقق میگوید عقل عملی با عقل نظری هیچ فرق دارن، یعنی وقتی به اون رگ دقیق رسیده است باید کاملا برده ها رو جدا کرد. بگید اینی که باید و نماید را به جان خود گره میزند، این دستش فلجه. وقتی فلج شد طبق بیان راست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، هوا که با علم کار ندارد که، هوا که با عقل نظری کار ندارد که، هوا که با اندیشه کار ندارد که، هوا با انگیزه کار دارد. این علمی که حجت بالغی علی انسان می شود، هوا با او کار ندارد که. با همین علم است که نهل دارودن در برابر انبیا، همین ها ایستادن دیگر. شما این ملل و نهل ابن حضر رو می بینید، دو جلد ملل و نهل شهرستانی رو می بینید، همین علم بی عمل بود در برابر انبیا، یا وهابیت در آورد یا بهائیت در آورد. همه این نهله‌های جعلی از همین عالمان دیگه. بنابراین هوس با علم نمی جنگد، هوس با عقل عملی می جنگد. اونی که ما عبده به رحمان وکتوسه به جناب در جهنم، برای اینها صد در صد مسلم می شود که الله حق است. علم مفهومیشون به علم شهودی تبدیل میشه، عین الیقین، حق الیقین دارن میسوزن. مرحوم خواجه وقتی با حق الیقین رو معنا کنه میگه یه وقتی کسی میدونه آتش گرمه، النار حاره، این علم الیقینه. یه وقتی مشاهده میکنه که آتش داره میسوزونه، یا یه وقتی دستش تو آتش هست داره میسوزه، این حق الیقین. اینا دارن میسوزن، نالم میکنن، اما میگن ما رو برگردن تا ایمان بیاریم. اونجا جای ایمان نیست، ایمان جبرپذیر نیست. ما بگیم ایمان اجباری دارن، ایمان یه فعل اختیاری است. اون علم است که انسان موضع‌تر میشود، عالم بشود، چون در برابر ضروری قرار میگیرد. هر وقت انسان در برابر یه امر بدیهی قرار گرفت، همین که در برابر بدیهی قرار گرفت فهمید دیگه، نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا. بنابراین در قیامت اصلا، یعنی اصلا جا برای ایمان نیست، جا برای علم است. از مفهوم به علم الیقین، به عین الیقین، شهود کاملا درجاتش زیاد می شود و بررسی می شود. اما یه لحظه جا برای ایمان نیست. اگه جا برای ایمان بود، خب ایمان می آوردن، راحت بشدن دیگه، برای ابد عذاب نداشتن، موحد بودن، توبه می کردن، جا برای ایمان. اگر بود اونجا هم یه رسالت میخواست، یه دین میخواست، یه شریعت میخواست، میشد دنیای جدید، دیگه آخرت نیست. حالا تو حالت احتضار تا چند اندازه انسان از دنیا جدا شده باشد فرق میکنه دیگر. این در احتضار اینطوره. اما در آیه که در بحث دیروز گفته شد این عطفه بر منفی است، آیه ناظر همون آیه 158 است که این هم در جریان
رجعت مطرح است، در جریان برزخ مطرح است، در قیامت مطرح است. این زیارت آل یاسینی که قرائت می‌فرمایید توش همین هست. در آیه 158 سوره مبارکه انعام اینه که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. اون روزی که فرا میرسد اگه کسی اصلا ایمان نیاورد نفعی نمیبرد. او کسبت، این عطف منفی است. او کسبت یعنی ما کسبت، ایمان آورد ولی ما کسبت فی ایمانها خیرا، اینم نفعی نمیبرد که این عطف بر منفی است. به هر تقدیر در جریان مهاجر اینا برشون مسلم است که چی حق است، ولی جا بر ایمان نیست. و همون بددهنی و لعن و سبی که در دنیا داشتن در آخرت هم دارن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها و امثال زاله. این هم که مالک سلام الله علیه میگن یا مالک لیغزه علینا ربو، نه یعنی ما ایمان داریم حق وجود دارد، شما از طرف حقید، ما ایمان داریم، ما علم داریم، به ما گفتن، بر ما معلوم شد خدایی هست، شما از طرف خدا داریم میسیدونی، به خدایت بگو که از عذاب ما بکاهد. این علم است، نه ایمان، نه ایمان اجباری و نه ایمان اختیاری. در صحنه معاد این طور است. در اونجا جای اراده تکوینی هست، لذا بهشتی هر چیزی میخوان بخوان به اراده تکوینی میخوان، اما اراده بکنن یه عمل صالح انجام بدن درجهشون بالاتر بره، این چه نیست. همه اینها بر اساس ما من لله و مقام المعلوم هستن. یک کسی یک کاری انجام بده، یه عبادتی بکنه، یک ذکری فضیلتی تحصیل کنه که درجهش بالا بره، این چنین نیست. چون اگر اونجا جا برای عمل صالح و کار بود، بالاخره کار باید برابر شریعتی باشد دیگه. ما بگیم فرون کار را خوب را انجام بده، اگه یه دینی نباشه نگه فرون کار خوبه، که از کجا بفهمیم اون کار خوبه؟ اگه شریعت است میشه وحی و رسالت و تکلیف، میشه دنیا دیگه، آخرت نیست. اونا رو گفتن که وجود مبارکه ابراهیم خلیل در روایت دارد که اونا رو میپروراند، عالم و آگاهشون میکند، نه مؤمن بکند. ایمان جاش دنیاست. نه، البته احکام آخرت کم و بیش ظاهر میشود. وجود مبارک حضرت مظهر عدل الهی است، ولی تکلیف هست، لذا یه عده حضرت شهید میکنند. این طور نیست که تکلیف نباشه. انسان تا در دنیا هست مکلف است، منتها برخی از آثار برزخ و قیامت در زمان ظهور حضرت روشنتر می شود، حق الهی روشنتر می شود، عدل الهی روشنتر می شود، حکم الهی روشنتر می شود. این یملا الله الارض قسمن، این طور است. علم ان الله یحیی الارض بعد موتها، در زیل اون آیه ظهور حضرت تعبیر شده است، اشرقت الارض به نور ربها، در زیل همون آیه از باب تطبیق مصداقی، نه تفسیر مفهومی، ظهور وجود مبارک حضرت مطرح است. خیلی وضعش فرق میکند، اما باز اختیار محفوظه. بعد فرمود به از یتهاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون. و این نفی سؤال جواب امثال ذالک، این که میگذرد، قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. عالمانه این حرف رو میزنن، نه مؤمنانه. اگر کسی مؤمن باشد مخلد در نار نخواهد بود، در حال که اینا مخلد در نار. برای تفهیم شدت عذاب جهنم تعبیر آیه 49 این است، وقال الذین فی النار لخزنت جهنم. دیگه نفهمون لخزنت ها، اگر میفهمون لخزنت ها کافی بود، اما برای اینکه بیان کند جهنم اون چاه جهنم، اون چاه بعید الغعر است و عذاب بیشتری رو میفهمانند، لذا به جای ضمیر اسم ظاهر ذکر کردن. فهمون وقال الذین فی النار لخزنت جهنمت او ربکم، شوی از دعا بی اثره.
چون دعا مؤمنانه نیست. بانک خدای سبحان فرمود ادعونی استجب لکم، اونجا دعای مؤمنانه نیست، دعای عالمانه است ولی مؤمنانه است، باور نیست در اونجا. یعنی اون انگشتی که باید اساره علم را به جان گره بزند و فلجه. تمام مشکل اینه که انسان در حال احتضار ائمه علیهم السلام را میبینه و فرشته ها را میبینه و نمیتونه باور کنه، مگر که مؤمن باشه، البته حسابش جداست. لذا میگه رب ارجعونی، ما را برگردون که من این را قبول بکنم. و اگه اونجا جای قبول بود که خب قبول میکرد، ایمان میآورد. و اگر کسی مؤمن باشه که مخلدی در نار نیست. توحید، ایمان به وحی و نبوت با خلود در نار سازگار نیست. لذا تمام مشکل اینه که مثل یه آدم ویلچری که مار عقرب رو میبینه و هیچ راه برای فرار نداره، اما خودش دست و پا خودش رو بست. بله، مثل همین آدمی که خواب هست میخوابه، خیلی موارد رؤیا داره، خوابهایی میبینه، خواب میبینه که بوستانی داره، باغی داره، مقامی داره، جاه و جلالی داره، زندگی پر رونقی داره، اینا رو خواب میبینه. وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. الانم خیلی خواب میبینن که مقام دارن، در و دیوار مال این هاست، زندگی مال این هاست، بانک مال این هاست، اعتبار مال این هاست. این در احتضار مرمش از خالیه دیگه. انسان هنگام مرد بیدار میشود، میبینی چیزی نداره، فقط یه مختصر کفنی بهش میگم بگیر برو. الناسو نیام، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ازاماتون تبهو، خیلی خیال میکنن چیز دارن. خب اینا مال دیگری یا آریه است. یه بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد که فرمود کن وصی نفسک. انسان دو تا وصیت داره، یه وصیت عهدیه داره، تو کتاب وصیت لابد مناظره فرمودید. وصیت عهدیه اینه که بعد از من کی عهده‌دار تجهیز بدن من باشه، کی غسل بده، کی کفن کنه، کی هنوز کنه، کی نماز بخونه، کی متصلی دفن ما بشه، من رو کجا دفن کنید. اینا وصیت های عهدی است که خب مربوط بعد از موت. یه وصیت تملیکی است که مربوط به ثلث مال آدم است، که ثلث مال این کار کنه، مازاد ثلث حق نداره. حضرت فرمود وصی خودت در زمان خودت خودت باش، کن وصی نفسک. حالا اون وصیت عهدی خب چاره ای نیست، به دیگری باید بسپری، اما تا زنده ای ثلث خودت لاقل در راه خیر صرف بکن. وقتی انسان میبره به دستش خالیه. اون روایت نورانی هم که مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب الجنائز کافی، که این در احتضار مال او و فرزند او و عمل او هر سه حاضر میشن. مال میگن که هیچ حقی نداری، فقط یک کفن بود از ما بگیری. بچه ها میگن ما تا گور میایی. عمل میگه ما با تو هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ولی تو در باله ما جفا کردی. خب انسان مشاهده میکند، یعنی چشمش بسته است، بسته دنیایی است، بستگانش رو نمیشناسه اگر هم بیان، صدا اونها رو هم نمیشنود، اما مال را میبینه، عمل را میبینه و اولاد را میبینه. بله، اون مقدار اگر تلقین باشه میفهمه، تنها برای اون نیست. او دفعه میبینه صحنه عوض شد، یه افراد رو میبینه، یه صحنه میبینه، اصلا نمیدونه کجا رفته. خیلی ها نمیدونن مردن، به اینا میگن ان الموت حق، اون که الان برای تو اتفاق افتاده مرگه، برای همه هست. خیلی ها مردن، ما هم با همین وضع در میاییم میمیریم. ان الموت حق، ان القبر حق، ان السؤال قبر حق. یعنی وضعت عوض شده، تو رفتی در جای دیگه، نگران نباش و این صحنه برات پیش میاد. به دی الان میان سوال جواب میکنن، اینا رو سوال کردم بگو امام اول این، امام دوم این، امام سوم این، امام چهارم این، اینا رو بگو. این که وجود بارکه ابن طاووس رضوان الله علیه، نام 14 معصوم سلام علیه مرحوم،
در نگین انگشتر حک کرده و وصیت کرده که این نگین رو بر قبر من نزدیک دهن من زیر زبان من بگذارید برای اینکه جوابم نقد باشه. این از من اینا رو سوال بکنم دیگه شب قبر دیگه. امام اول کیه؟ امام دوم کیه؟ امام سوم کیه؟ امام چهارم؟ این زیارت ها که تو مسجد هست بعد از روزه ها و عزاداری ها یا نماز جمعه ها یا نماز جماعت ها این سه طرف سلام دادن هیچ یعنی هیچ خیلی سندی ندارد. یه طرف قبله، یه طرف امام، یه طرف. بهترین راهش اینه که انسان این سنت الهی رو داشته باشد. اینا منصوص نیست البته. این 14 معصوم را که آدم سلام بده چه در نماز جمعه، چه در نماز جماعت، چه بعد از روزه ها، چه بعد از ذکر ها، چه بعد از توسل ها، چه بعد از حدیث کسی ها، این 14 معصوم تو زبان آدم روانه بالاخره. اینا رو سوال میکنن دیگر جواب اول قبل باید نقد باشه دید. قرار این است که اگر در اون صحنه یعنی انسان وارد صحنه برزخ شد دیگه مسئله علم هست، همه اعمال منقطع می شود مگر اون چی که قبلا وصیت کرده اذا ما تبن آدم ینقطع و عملو، مگر اون که قبلا انجام داده باشه دیگه از این بعد کاری انجام بده نیست. دیگران کاری بکنن برای او یا نیابتن یا تبرعن ثوابش اهدا بکنن کاملا بهش میرسد، اما خودش بخواهد یک کاری انجام بده و ثواب ببره اون نشأه نشأه کار نیست. اگر اون نشأه نشأه کار بود باید برابر یک قانونی باشد. اون قانون قانون شریعت است. شریعت را انبیا میارن، مرسلین میارن دیگه. اونجا میشه جای وحی و نبوت و شریعت، میشه دنیای جدید دیگه. نمیشه اونجا یک کاری را انجام داد که برابر اون کار ثواب ببره. در این قسمت تر بود ادعو ربکم یخفف عنا، بگید و این هیچ اثر ندارد برای شما و به شما هم اذن نمیدن که عذرخواهی بکنید، چون انسان تبهکار وقتی عذرخواهی بکنه این مقدار سبک میشه دیگه. در سوره مبارکه مرسلات فرمود ما بونها اذنم نمیدیم. آیه 36 سوره مبارکه مرسلات این است: ویل یوم عزل المکذبین هازا یوم لا ینتقون ولا یعزنون هم فیعتذرون. بینا اذن عذرخواهی هم نمیدن، چون آدم وقتی عذرخواهی بکنه این مقدار سبک میشه. در آیه محل بحثم در آیه بعد فرمود به اینکه بر فرضم عذرخواهی بکنن یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. حالا هم میتونه سالب انتفاع موضوع باشه به قرینه آیه سوره مرسلات که به اینها اذن و اعتذار داده نمیشه، نمیتونه عذرخواهی بکنه. هم میتونه به سالب انتفاع محمول باشه که اگرم عذرخواهی بکنن اثر ندارد. آیه 52 محل بحث این است که یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، هیچ عذرخواهی هم نمیکنن. فرمود ما این کارو کردیم، حجت فرستادیم، مباد اینا بگن که چرا حجت ندادی. حرف سوره مائده دیگه جا ندارد. در سوره مائده اینا میگن به این که ما این کارو کردیم تا مبادا در قیامت بگید که چرا برای ما مثلا پیامبری نیامده، ما الان این انبیا را فرستادیم تا مبادا در قیامت بگوید به این که ما پیامبری برای ما نیامده. آیه 19 سوره مبارکه مائده اینه که یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل. خب بالاخره چند سباهی یه پیامبر که رحلت کرده تا پیامبر بعدی بیاید، البته ائمه او، اوصیای او، جانشینان او، اینا هستند دین او رو نگه می‌دارن تا پیامبر بعدی. ولی فرمود ما پیامبری رو بعد هر فترت می‌فرستیم. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. این ان تقولوا یعنی مبادا این که بگویید نذیر. ان جاءكم فاسق من نبأ فتبینوا ان تصیبو، یعنی مبادا گرفتار بشید. اینجا فرمود ما انبیا رو فرستادیم، مرسلین فرستادیم تا مبادا انا لننصر رسلنا در دنیا و در آخرت. ما این کار کردیم. قبل از او فرمود الم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات. پس جا برای آیه نیست که بگید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. بنها بگن مگن انبیا نیومد؟ قالوا بلا. قالوا فادعوا ما دعا الکافرین الا فی ضلال. شما دعا نمی کنید، شما چی می خواهد دعا کنید؟ شما عالمانه دعا می کنید نه مؤمنانه.
این دعا از لغلقه لسان شماست، چون که باور ندارید این چیزی رو. اگه کسی واقعا الله رو باور داشته باشه و معتقدا الله چیزی بخواهد، خب یقینا ذات اقدس ارجاع میکنه. خب انا لننصر رسولنا، این جریان آیه سوره مبارکه مائده که با این آیه هماهنگ است، ما این کار کردیم. آیه 19 سوره مبارکه مائده این بود، ما انبیا فرستادیم مبادا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، با آیه سوره مبارکه اسراء هماهنگ میشد که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما بالاخره حجت تمام بکنیم دیگه، این تو نیست که کسی را عذاب بکنیم بدون اتمام حجت. ممکن است بعد از تمامیت حجت ذات اقدس اله عفو یا تخفیف را برابر مسجد حکیمانه روا بدارد، ولی هیچ کس را بدون اتمام حجت عذاب نمی کند. هم آیه 19 سوره مبارکه مائده هم آیه سوره اسراء نشون میداد که کار بعد از تمامیت حجت هست، چون که آیه 50 محل بحث سوره غافر دارد که الم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدعوا ما دعا الکافرین الا فی ضلال. ما چه در دنیا چه آخرت هم انبیا رو یاری میکنیم، هم کسانی که به اونها ایمان آوردن یاری میکنیم، در هر دو نشعه یاری میکنیم، هم فی الحیات دنیا یاری میکنیم، هم یوم یقوم الاشهاد که اشهاد جمع شهید یعنی شاهد است یاری میکنیم. قیامت چه روزی است؟ قیامت روزی است که به تبهکاران اجازه عذرخواهی داده نمیشه تا سبک بشن برابر آیه سوره مرسلات. بر فرض عذرخواهی بکنن عذرشون نافع نیست برابر این آیه، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار. اومد دوباره برمی کردن جریان است، موسی رو بازگو میکنن. الحمدلله رب العالمین.